بانک مرکزی بار دیگر از فروپاشی نظام اقتصادی در کشور هشدار داد. شاه مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در گفتگو با الجزیره گفته که افغانستان با یکی از حادترین بحران‌ها مواجه است و پادزهر در نیویورک قلف شده است. و گفته او با افزایش تقاضا برای پول دلار، ارز ملی افغانستان کاهش 30% داشته و در پی آن قیمت کالاهای وارداتی طی چند ماه گذشته حداقل 20-30% افزایش داشته است. آقای مهرابی همچنین پیشنهاد کرده که آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان و نیز جلوگیری از بحران بشری باید ماهانه 150 میلیون دلار از ذخایر ارزی کشور را به گونه مشروط و نظارت شده آزاد کند. برای بحث بیشتر این خبر هم‌اکنون عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی را از طریق خط اینترنتی با خود داریم. آقای رشتیا سلام، وقت شما بخیر. بانک مرکزی گفته پول افغانی در 5 ماه گذشته 30% سقوط کرده. به نظرتان علت سقوط بی پیشینه پول افغانی چیست؟ تشکر، سلامت باشین. بعد از اینکه نظام سیاسی در افغانستان تغییر کرد و چون که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود و معمولاً این کمک‌ها از طریق دولت افغانستان تصدیق اقتصاد افغانستان می‌شد و می‌توانست هم در قسمت حفظ ارزش پول افغانی کمک اجتماعانه بکنه و از طرف دیگر مشکلات نقدینگی را در بازارهای افغانستان مطبوع بسازد. اما بعد از اینکه نظام اقتصادی در افغانستان تغییر کرد، تغییرات اقتصادی وضع شد و بیشتر از 9.5 میلیارد پول یا مزخرف ارزی افغانستان به ناب منجمد شد و سوی هم پروژه های انکشافی که بیشتر از 7000 پروژه انکشافی از طرف بانک جهانی و یا گروه بانک جهانی در افغانستان تمویل می شد و به 100000 نفر در این پروژه ها مصروف کار بودند. اینا باعث ای عوامل باعث دی شد که یک مقدار کمبود نقدینگی در مارکت های افغانستان احساس شود و از طرف هم قطع کمک های خارجی یا اینا از عوامل اصلی کاهش نقدینگی در افغانستان شد و از طرف هم چون اقتصاد افغانستان یک اقتصاد وارداتی که تماما نیازمندی های خود از بیرون از کشور وارد می کند و تقاضای خیلی شدید به عرض خارجی در مارکت های افغانستان محسوس میشه و از طرف هم متاسفانه که قاچاق یا از خارجی به بیرون از کشور و کشور همسایه، اینا تمام عوامل بود که بایستی شد که ما با یک مشکل نقدینگی یا پول فیزیکی در مارکت افغانستان به مواجه شدیم. بله، جهان در کنار افغانستان هر دوشان تلاش میکنن به خاطر که پولای مسدود شده یا بلوکه شده افغانستان آزاد شود. به نظرتان آزاد شدن این پیسه ها، این پولای منجمد شده چه تأثیری در اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ ببینین، بحث آزادسازی ذخایر افغانستان یک بحث کاملا جدا از این است که ما چطور اقتصاد ورشکسته افغانستان را نجات بدیم و نگذاریم که در افغانستان اقتصاد ما از بین بره و یا یک فاجعه احتمالی انسانی در افغانستان رخ بده. در حقیقت ذخایر پولی افغانستان او پشتوانی پول ملی ما شما هستند و این پول باعث شده که ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی یک مقدار ثابت باشد. در غیر از او که اگر این پول ما آزاد هم شود و این بی رویه مصرف شود بدون مکانیزم و بدون مدیریت، متاسفانه که این میتونه به ضرر اقتصاد افغانستان تمام شود. و راههای سه راه عمده و اساسی که اگر دنیا واقعا صادقانه میخواهند که اقتصاد افغانستان از ورشکستگی نجات بدن و جلو یک فاجعه انسانی را در افغانستان بگیره و همچنان مشکل نقدینگی را حل بکنه، او سه طریق است. در قدم اول دولت افغانستان تلاش بکنه بیشتر لابیگری به این بکنه تا حسابات بانکی ما در بیرون از کشور واز شود و بانک افغانستان با بانک های دنیا ارتباطش دوباره اثر گرفته شود. چون اینجا زمانی که شما به کالای نیازمندی، کالایی که ما نیاز داریم و یا ضرورت مارکت افغانستان به او کالا است که او را از بیرون باید وارد بکنیم، در صورت که حسابات بانکی شما محدود باشه و شما پولم به بیرون از کشور صادر کرده نتانید و پولم در دست شما باشه، بدون شک این میتونه تاثیرات منفی را بالای زندگی مردم به جا بگذاره و بیشتر مردم در مشکلات مواجه بکنه. من فکر میکنم به عوض آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان اگر تلاش صورت بگیره تا حسابات بانکی ما باز شود، تا به خاطر واردات کالای استراتژیک ما پول به بیرون از کشور انتقال بدهیم
الو آقای رشتی، صدای ما دارین؟ میشه صد بکنیم بدون که در کنم صد مدیل مارکیت ما رو میتونیم حل بکنیم و از طرف دیگه جای جای کار رو میتونیم ایجاد بکنیم. دنیا تلاش بکنند به یوت از دیگه به شکل مصرفای کمکی مثل مواد غذایی و یا بعضی مسائل دیگه کمک میکنن، اگر ای را بتانن از طریق پول نقدی به مردم افغانستان کمک بکنن این دو خوبی را داره. اولی که ما امو مشکل نقدینگی را در مارکت افغانستان تا جایی میتونیم حل بکنیم و از طرف دیگه با توانمندی مردم یا بلندختن تقاضا یا توانایی خرید مردم در مارکت باعث از این میشه که مارکت افغانستان حرکت بکنه و یک بار دیگر مارکت افغانستان زنده شد و جان بگیره و دوباره بسه داد و ستداد و تجارت اثر گرفته شود. دوم مسئله ایست که دنیا تلاش بکنه تا کمک های خود از طریق بانک های افغانستان به اقتصاد افغانستان تزریق بکنه، چون بانک مرکزی افغانستان به حساب پول هایی را که از بانک های تجارتی در این بانک سرمایه گذاری شده بود فعلا به اهدار رسند. بانک مرکزی اگر این پول ها تزریق شوه از طرف جان به بانک مرکزی ما، بانک میتونه که قرضای خود که از بانک های تجارتی گرفتن اینا رو دوباره تادیه بکنن تا بانک های تجارتی یک بار دیگر بتونه به مشتریانشان هم سپرده های بانکیشان دوباره تزریق بکنن تا یک مقدار دیگر فعالیت اقتصادی اثر گرفته شوه. و سیوم رای حل مشکل نقدینگی در افغانستان است که باز هم مربوط حکومت افغانستان میشه که اونمو به سر مناسب تسهیلات و سهولت‌های بیشتر ایجاد بکنه تا ما صادرات خود بیشتر بسازیم. هر قدر ما بیشتر صادرات را بیرون از کشور داشته باشیم با اون پیمانه ای میتونه با ما پول تولید بکنه و ارز خارج را در داخل افغانستان دوباره در مارکتش تزریق بکنه که خود از این باعث از این میشه که مشکل نقدینگی در مارکت افغانستان کم شوه و تقاضا روش پایین بیاد و این میتونه باعث بیشتر ثبات پول افغانی ما در مارکت شد. بله، تشکر آقای رشتی.